خب ما رسیدیم به جایی که میخوایم راجع به ارزش های دقیقتر و دقیقتر صحبت بکنیم و اینکه چطور این کار رو انجام بدیم ببینید من میخوام با یک مثالی بگم اگه یادتون باشه ما اول این بخشمون اومدیم با بوم ارزش پیشنهادی نکاتی رو گفتیم این اینو بازش بکنیم این قسمتی داریم به اسم کاستومر جاب یا اون قسمتی که کاستومر داره یا اون مخاطب ما یک سری فعالیت ها و یک سری کارها رو انجام میده ببینید ما وقتی که داریم یه خدمات رو میدیم یک محصولی ارائه میدیم حالا پرسا برندینگ بحثش موضوعش بیشتر تجربه و خدمات هستش یک سری از این موضوعات بحث اون کارکرد فعالیت و کاربرد اون کاری که ما داریم انجام میدیم به عنوان مثال من میخوام بینی و عمل بکنم میرم پیش یک پزشکی که خیلی شناخته شده است و این ماهره مثلا رفته در کشور خارج یک تکنولوژی یا یک مهارت جدیدی رو کسب کرده که دوره نقاحت من رو میاره پایین تر یا بخیه جوری میزنه که مشخص نیست رو بینی من پس یک سری از کارهای که اتفاق میفته بحث اصلا همون کاربردیه حل مشکل رفع نیازه ولی این همه ماجرا نیست دو تا بخش دیگه داره یکی از اونها همونجوری که گفتم اون فعالیت های مربوط به احساسات و درک باطنی منه به عنوان مثال من حالا به شما میگم با توجه به ذهنیت میگم و خدا نکرده اصلا منظورم این نیستش که اه... کسی بده یا خوبه فکر کنید ما توی کشور آفریقایی به ما میگن یه بیمارستانی توی نیکاراگوئه ز... الان نمیدونم ببخشید کنیا نیکاراگوئه اصلا جد آمریکا باش اشتباه شد گفتم از میخوام اه... مثلا تو کنیا زدن یه پزشک خیلی حاذقی هم هستش ولی از نظر احساسی ممکنن من نخوام که برم یا به شما شاید اتفاق براتون افتاد باشه یه پزشک خیلی ماهر مثلا توی بیمارستان قدیمی مثلا بیمارستان 50 سالشه اصلا وارد که میشه شاید حس خوبی رو بهت نده پس یه احساس درونی اینجا مهمه یعنی من اگه میخوام انتخاب بکنم شما رو عنوان یک پرسونال در درونم چه احساسی دارم چه وایبی ایجاد میشه آره حالا باید خوب میشه پس جدا از اون بحث رفتن مشکل هست این خیلی مهمه یا بذارید من بگم یه خودرو میخوایم بخریم یه خودرویی که میخوایم بخریم مثلا با اون برندش ما حال میکنیم حال با توجه به امکان آپشن ها و انتخاب هایی که در کشور ما هستش حالمون رو خوب میکنه مثلا خیلی ها هستن اصلا عشق مثلا هنوز 405 مثلا, هن. مثلا پژو 405 رو خیلی دوست دارن هنوز احساس خوبی باش دارن حتی عزیزانی هستن که پیکان رو خیلی دوست دارن همچنان حالا ممکنه مال دهای 50 باشه پس در درون این اتفاق میفته اما یه چیز خیلی مهمتر از اون وقتی که ما داریم ارزش ایجاد میکنیم بحث اون فعالیت های اجتماعی من از بیرون چطور نگاه میکنم یعنی مثلا من یک ساعت رولکس دست میکنم ساعتی قرار فقط به ما زمان نشون بده پس چرا یه ساعت میتونه مثلا 25 هزار دلار خیلی گرونتر از این هم ممکنه باشه مثلا قیمت داشته باشه و من دستم بکنم به خاطر اینکه دوستم از بیرون چطور من نگاه بکنم شما یه کیف پرادا یه خانمی دستش میگیره یا لباس خاصی رو ممکنه با قیمت خیلی زیادی برای یک برندی بده دقیقا همین موارد هست پس وقتی که من دارم آنالیز میکنم ببین اینا رو دارم بهتون میگم برای اینکه شما خودتون جای مخاطبتون بذارید ببینید این سه تا چطور اتفاق میفته یکی در مواجهه با خدماتتون ارزشی که میخواین ایجاد بکنید چه کاربردی براش داره دو چه احساس درونی براش شکل میگیره سه از بیرون وقتی کسی نگاهش میکنه وقتی پیش شما میاد اون چه چیزی داره آیا این ستا با هم دیگه کار میکنن اینا همه کمک میده که اون دردها یا پین مخاطب به فراموشی نزدیک بشه و گین یا اون چیزی که به دست میاره رو بتونه در ذهنش بیاره بالا این قسمت ها هم باهاتون توضیح دادم بحث کار بود و بحث ارزش آفرینی بود در ادامه ما میخوایم راجع بازارها حالا صحبت بکنیم یعنی محصول در بازار یا یعنی اون خدماتی که ما میدیم چجوری هست این رو هم به صورت کلاسیکش رو بهتون میگم کمک بکنه برای طراحی ارزش پیشنهادیتون پس با من همراه باشید ممنونم